یک بحثی ما داریم در راستای با کماکان در این شرایط مبارزه با ناامنی ها که قطعا باید هوشیار بود، بیدار بود. به حمد الله همه دستگاه اطلاعاتی ما، انتظامی ما هوشیار هستند، بیدار هستند. دشمن نهایت تلاش خودش داره میکنه برای ایجاد ناامنی. موفق نشد، مسائل کف خیابون جمع شد، اما او تلاش خودش رو میکنه. همه باید هوشیار باشیم، مراقب باشیم. قوه قضاییه هم همینطور در جهت امنیت و آرامش مردم کوچکترین غفلتی نباید به خودمون راه بدیم. اما همونطوری که بارها هم عرض کردم، ما باید حتما بتونیم تفکیک بکنیم بین کسانی که فریب خوردن، تحت تأثیر القاعات شیطانی قرار گرفتن، تحت تأثیر القاعات دشمن قرار گرفتن، جوان بودند و دست به اقدامی زدن، اقدام مجرمانه هم انجام دادن، اما واقعا امروز پشیمان هستند، به صراحت اظهار ندامت میکنن، اظهار پشیمانی میکنند. بتونیم در این ایام سالگرد انقلابمون، در دهه فجر، در ایامی که در پیش رو داریم، انشاءالله همونطوری که خداوند گناهکاران را و عاصیان را مورد ترحم قرار بده، ماه رحمت هست، ماه مغفرت هست، در این زمینه هم همه اون تلاش بکنیم که بستری و زمینه فراهم بکنیم که کسانی که لغزشی کرده بودن و امروز به لغزش خودشون پی بردن، امروز متوجه شدن که دشمن چه قصدی داشت، چه برنامه‌ای داشت و اظهار ندامت میکنن، پشیمانی میکنن، یک بستری فراهم بکنیم که دوباره بتونن برگردن به آغوش جامعه و زندگی معمولی خودشونو بتونن ادامه بدن.